دوستان گرامی سلام میکنم خدمتون امیدوارم که سلام های گرم من رو در نام مسیح مقدس بپذیرید خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و این جلسه هفتم از سلسله درسامون پیرامون مرد خدا رو دارم خدمتون تقدیم میکنم ما در جلسه گذشته راجع به شوهر مسیحی صحبتی رو آغاز کردم که مرد مسیحی مرد خدا واقعا چگونه شوهری باید باشه و گفتیم که افاسسیان به ما یاد میده که شوهر باید زن خودش رو محبت بکنه مانند مسیح همون گونه که مسیح برای کلیسا جانفشانی کرد شوهرم باید آماده این کار باشه باید زن خودش رو محبت بکنه و درباره محبت اون محبت اصلی آگاپه ما صحبت کردیم و صحبتمون به وقتمون به پایان رسید ولی صحبت تمام نشد پس اجازه بدید که با هم دعا بکنیم و تفکرمون رو ادامه بدیم ما چند جلسه دیگه میخوایم راجع به شوهر مسیحی با هم صحبت بکنیم پس بیایید دعا بکنیم پدر آسمانی تو رو سمیمان شکر میکنیم به خاطر امروز به خاطر جمعی برکاتت پدر کمک بکن که ما کلام تو رو درک بکنیم و از کلام تو یاد بگیریم به نام ایسای مسیح آمین راجع محبت ما یک قسمتی رو در کتاب مقدس داریم که بسیار عالی است و من مطمئنم که بارها و بارها شما این رو شنیدید تو اکثر عروسی های مسیحی این قسمت خوانده میشه از اول قرنتیان فصل 13 و گویین که این کلام راجع به روابط افراد در کلیسا هستش ولی برای رابطه محبت میان زن و شوهر این قسمت خیلی مهم و لازم دقت کردن بهش و اجازه بدید که من از فصل سیزده آیات 4 تا 8 رو خدمتتون قرائت بکنم وقتی که کلام به ما میگه محبت باید بکنیم ما با عنوان همسر به با عنوان شوهر باید به همسر خودمون محبت بکنیم این محبت باید چگونه باشه اجازه بدید که بخونم از فصل 13 اول قرنتیان آیه 4 به بعد محبت حلیم و مهربان است حلم داره تحمل میکنه محبت حسد نمیبرد محبت کبر و غرور ندارد اطفار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمی شود خشم نمیگیرد و سوء زن ندارد از ناراستی خوشوقت نمیگردد ولی با راستی شادی می کند در همه چیز صبر می کند همه را باور می نماید در همه حال امیدوار می باشد و هر چیز را متحمل می باشد محبت هرگز ساقط نمی شود اما اگر نبوت ها باشد نیست خواهد شد اگر زبان ها انتها خواهد پذیرفت و اگر علم زایل خواهد گردید ببینید صحبت اینجا سر اینه که ما باید با یک چنین محبتی همسر خودمون رو دوست بداریم محبتی که کبر و غرور و اطفار ناپسندیده و سوء زن و خشم و اینها نداره حالا کلام خدا در این رابطه به ما درسای دیگه ای هم میده و اجازه بدید که در اول پتروس رو باز بکنیم اول پتروس فصل سه آیه هفت من میخوام این رو خدمتون قرائت بکنم و این اول پتروس سه هفت واقعا توی این رابطه ما خیلی بهش برخواهیم گشت و تکرارش میکنیم میگه همچنین ای شوهران با فتانت با ایشان زیست کنید منظور با همسرتون زیست کنید چون با ظروف ضعیفتر زنانه و ایشان را محترم دارید چون با شما وارث فیض حیات نیز هستند تا دعاهای شما بازداشته نشود پس نکته اولی که من میخوام اینجا بهتون یادآوری بکنم این است که کلام خدا در اول پتروس سه هفت به ما میگه با فتانت با حکمت ما باید با همسرمون زندگی بکنیم و رابطه ما با همسرمون باید با فتانت و حکمت همراه باشه حکمت به ما حکم میکنه که با محبت رفتار کنیم حکمت به ما حکم میکنه که با فروتنی رفتار بکنیم حکمت به ما یاد میده که اول فکر کنیم بعد دهانمون رو باز کنیم اول سواک سنگین بکنیم بعد دهانمون رو باز بکنیم یا عملی رو انجام بدیم پس خیلی مهمه که رفتار ما رفتار بدون عقل نباشه به قول یک دوستی دارم که میگه با دخالت مغز حرکت بکنید و رابطه شما با همسرتون باید با دخالت عقل باشه و با فتانت میگه رفتار بکنید حالا میگه چی فتانتی که ما رفتار میکنیم این گونه هستش که گویی با ظروف ظریفتر ما داریم رفتار میکنیم نه اینکه زنها ضعیفن این رو کلام یاد نمیده نه اینکه زنا کم عقلا این رو کلام یاد نمیده اینا حرفای خیلی غلطی است که در تفکر بعضی آدما هست آه زن ضعیفه یا زن عقلش کمه یا از این حرفا که متاسفانه خیلی غلطه ولی بعضی ها هنوز این حرفا رو میزنند نه منظور این استش که اگر که ما حکمت رو به خرج ندیم میتونیم ضربه ای رو وارد بکنیم که جبران ناپذیره من اجازه بدید مثال بزنم من یه آلت موسیقی گیتار دارم سال هاست که میزنم و در کلیسا بعضی موقع رو با گیتار همراهی میکنیم و یا هرچی و شده که بعضی موقع من خواستم سفر بکنم گیتارم رو همراه خودم بردم و تو فرودگاه که میرم تو جعبه گیتار یه دونه از این با تو فرودگاه میزنن عکسی جامه که شکسته است و روش نوشته شکستنی نه اینکه گیتار من جام باشه اگه بخور زمین تیکش پاره میشه اینا نه, نه. این علامت که میزنن که به اون کارمندای فرودگاه و به اون مسئولینی که دارن بارا جابجا جا میکنن یادآوری میکنه که این رو مواظب باشید این ضرب پذیر میتونه باشه این نمیتونید چکش نیست چکش ساخته شده که ضربه بزنه و یه دونه پوت که شما میتونی بندازش اون گوشه انبار یا تو کارگاه پرتش کنی ای ور بذاریش او ور اون ساخته شده که ضربه و سختی رو تحمل بکنه ولی گیتار من رو یا ویالون شما رو یا همسرمون اینها برای این ساخته نشدن خدا زن رو نساخته که ضربه بخوره این رابطه ما باید با حکمت رفتار بکنیم و اونها رو باشون جوری رفتار بکنیم که از دست ما آزردگی و ضربه نخورن مانند ظروف ظریف باشون رفتار بکنیم من میگم توی خونه چکش دارم خب خیلی از مردم اصلا که تو خونه خب ابزاری دارم برای کارهای خونه و اینا خب من خیلی موقع این چکش رو پرت میکنم اون گوشه ولی بشقاب کریستال رو پرت نمیکنم اون گوشه بشقاب کریستال رو من با دو دست میگیرم یواش میذارم یواش برمیدارم چون میدونم که اگر ضربه خورد ضرر جبران ناپذیر خواهد بود این میشکنه و کلام به ما یاد میده که ما در رابطه با همسرمون با فتانت با حکمت رفتار بکنیم چون ممکن ضربه های وارد بشه که جبران ناپذیره حالا تو این رابطه و درست تو همین مضمون ببینید چی میگه میگه که با فتانت رفتار کنید چون با ظروف ضعیفتر زنانه و بلافاصله میگه ایشان را محترم بدارید جریان چیه من فکر میکنم که کلام به درستی این رو به ما داره تعلیم میده که اون چیزی که به زن ضربه جبران ناپذیر میزنه در رابطه با رابطه زن و شوی محترم نداشتنه و کلام اینجا ما یاد میده که مردا فکرتون رو به کار بندازید با دخالت مغز را برید حکمت به خرج بدید به زنتون احترام بگذارید ایشان رو محترم بدارید چون که اگر بی احترامی بکنید یک ضربه ای زدید که جبران ناپذیره شخصیت همسرتون رو به معنای دیگه به بیان دیگه خورد نکنید زنتون رو خورد نکنید زیر پا نگذارید شخصیتش رو بیایید یه استراحتی میگیریم و راجع به این یه کلیپی هم خواهیم دید و ادامه میدیم بچه ها دیروز تو خونه عشقان اینا داشتیم فیلم نگاه میکردیم منو و مریم مجبور شدیم یکم زودتر بریم آره زود رفتیم آخر اون فیلمه چی شد؟ چی بابا طرف مرد مرد؟ آره نقش اول مرد اونم بپر شجوری شجوری مرد؟ بابا افتاد تو جوب آره همینطور را میرفت افتاد تو جوب بعد از دو ساعت فیلم نگاه کردم اونم مرد خیلی مسخره بود است خیلی ناراحت کننده بود آره. به شما چطور؟ به شما هم خوش گذشت؟ بعد نبود دیگه مثل همیشه دیگه ولی اینو بهت بگم این قسمتش خیلی باحال بود بعد از اینکه فیلم تموم شد سارا پاش شد بره به ساناس کمک بکنه توی ظرف شستنا یادم میاد قدم میگیره خیلی باحال بود بزنیم پاش خورد به این میزه با دماغ اومد رو زمین یعنی رفت تو این زاویه 45 درجه رفت توی ظرفا دو تا از ظرفا هم شکست هستن دماغش هم یکم خون می اومد که این خندیدیم کلی زایه شد نگو رو نگو الان آبا. الان این خنده داشت میخوای منم بعدش رو بگم؟ خیلی خند، بعدش چی چش... شد؟ نگی اونو باورت نمیشه چی شد وای، کاش که اون صحنه بودی داشتیم میرفتیم بیرون از درد میومدیم به سمت خونه اومد آرش بشینه که این بند رو ببنده یه دفعه نشست بکن چی شد هیچی <applause> هم نشد هیچی <applause> شلوارش پاره شد ببین اصلا نمیدونی ساناس که اصلا اونجا فلو شده بود اشکان از اون من که اصلا دیگه نمیدونم مردم از خنده اون قدم بد نبود اتفاقا اونقدم بد نبود خیلی با بزرگش میکنه پس خودشو نمیگه بعد از اون قضیه اومد مثلا جک بگه یکم خودشو شیرین بکنه واسه مردم دوتا تا جوک گفت هیچ کس نمیخندید یعنی همینطور نگاه میکردم بهش میگفتم و این جوک بود یا داستان یا قصه بود مثلا بعد گفت نه جوک بود ولی با مزه نبود ببخشید من جوک گفتم با مزه نبود کسی گوش نداد حالا از این بگم برات دیدی که جدیدنا تو هر جا میشینیم بیشه دوستا سریع این گوشیشو در میاره چیک 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 میخواد نگاه بکنه ببینه بچه و بیان بیان خیلی هم حیاجانیش میکنه فکر کرده چه خبره میخواد چهار تا uh... این جدیدترین جو که دست اولو گرفتم یا برات بخونم حالا هی اینا رو بالا پایین میکرد که بخونه اشگاه میگو بابا آره عشق ما که اینا رو خیلی یه سال پیش برامون خوندی ساناز از من میگو بابا تکراریه دیگه اصلا نمیدونی یا نمیدونی چه اوضایی بود انقدر زایه شده بود از جوکای تو که بهتر بود خیلی دیگه نکن تو قصه بگو بهتره داستان بگو سلام مریم جون خوبی؟ ممنونم عزیزم منم دلم خیلی برا تنگ شده عزیزم بله هیچ چی اومده بودم خونه آرشینا آره عزیزم صد درصد همین الان چشم, چشم. خدا ببخشید مریم بود داشت سلام بهتون میرسون منم دیگه بزن. کم کم رفع زحمت کنم من خیلی ممنونم خیلی به من خوش گذشت ممنونم از شاییم فقط لطفا یکم ملاحظه همدیگر رو داشته باشید. من خیلی منم دیگه. ممنونم دیگه رفع جمعت خواهش کن یا بعد کنم کن ممنونم نه نه راحت باش مطمئنم ممنونم خدا, حافظ. خدا حافظ. چقدر با محبت هم این دوتا با هم دیگه بعد از این همه سال ازدواج چرا ما نمیتونیم این زندگی رو داشته باشیم؟ کلام به ما یاد میده که شوهرها باید همسرانشون رو با حکمت و فتانت باشون برخورد بکنن و مبادا کاری بکنن که اونها بشکنند باز میگم اجازه بدید من تکرار بکنم که کلام به ما یاد نمیده که زن ضعیفه نه زنها ضعیف و شکننده نیستند این رو کلام به ما یاد نمیده من مطمئنم که شما میشناسید من هم میشناسم بسیاری زنانی هستن که خیلی هم قویان خیلی هم شخصیت های محکمی دارن از خیلی از مرد ها مردتر هستند منظور این است که ما در رابطمون با همسرمون اگر اونها رو محترم نداریم به این رابطمون یک ضربه ای وارد کردیم که جبران ناپذیره حالا چجوری من میتونم همسرم رو محترم بدارم قدم اول این استش که من در ذهنم او رو به عنوان یک انسان عاقل و صاحب عقل و صاحب اختیار و صاحب هوش داشته باشم و این خیلی مهمه من متاسفانه زیاد دیدم مردهایی که پشت سر زنشون حرفایی میزنن که گویی زنه حالیش نیست نه بابا زن جماعت اینجوری از این حرفای بد گفته میشه و این باعث میشه که مرد احترامش رو نسبت به همسرش از دست بده من حاضر نیستم این حرفا رو بشنوم و به فیض خدای حرفا رو به زبانم نمیارم چرا چون در نظر من همسرم زنی است قابل احترام و باید او رو محترم بدارم و اگر محترم ندارم ضربه بدی به زندگی خودم وارد کردم ضربه جبران ناپذیری در نظر شوهر زن کسی باید باشه کلام به ما یاد میده میگه با فتانت رفتار کنید اوشان رو محترم بدارید چرا چون که نگاه کنید آیه هفت قسمت دوم با شما وارث فیض حیات نیز هستند همان مسیحی که برای من جان داده و فیض و حیات جدید رو به من داده به همسر من هم این کار رو کرده و من باید یاد بگیرم به این زنی که مسیح برایش مرده احترام بگذارم دیدید ما بچه که بودیم خیلی موقع ها میشد که مثلا حالا شاید خانوما این رو نیده باشن ولی پسرها زیاد ما داشتیم دعوا میکردیم با همدیگه بعد میگفتیم میرم بابا اون برات میارم ها حالا یاد باشه که همسر من ممکنه بره داداش بزرگش مسیح برای من بیاره ها <applause> اگر که من مراقب نباشم خودم رو با مسیح درگیر میکنم اون برای همسر من نیز جان داده و همسرم رو دوست داره و من خودم رو با خدا نباید در جنگ بندازم به خاطر یک کار ابلهانه برعکس باید با فتانت با عقل با تدبیر عمل بکنم همسرم رو بلند بکنم او رو مقامش رو در نظر خودم و برای دیگران با عزت بدونم تا اینکه چی تا اینکه مسیح به ما یاد میده که اگر این کار رو نکنم خدا دعاهای من رو نمیشنوه ببینید زمانی که من دل همسرم رو بشکنم و او بره پدرش رو من بیاره میگه چه؟ میگه که یاد بگیرید چون با شما وارث فیض حیات نیست هستند دعاهای شما بازداشته نشود من میخوام بهتون این هشدار رو از کلام بدم که رابطه ما با همسرامون مردان رابطه ما به عنوان شوهر با زنمون مسئله بعد ابدی داره بعد الهیاتی داره و اگر که من همسرم رو محترم ندارم ضربه ای که میخورم جبران ناپذیره نه تنها رابطم با همسرم دچار ازمهلال میشه و دچار نقص و ناراحتی میشه بلکه رابطم با خدا نیز دچار مشکل میشه خدا میاد و من رو بازخواست میکنه که فلانی تو به چه جرعتی با کسی که من برایش جان دادم با احترام رفتار نکردید و ما باید پس با فتانت و عقل و حکمت بدونیم که او همسرم خواهر حبیب من در مسیح دختر حبیب و محبوب خدا هستش و من اگر که مراقب نباشم رابطم نه تنها با همسرم خراب میشه بلکه با هم رابطم خراب میشه اجازه بدید که من یک قسمتی رو از ملاکی براتون بخونم ملاکی آخرین کتاب عهد عتیقه و هم هر شود فصل دو آیه اجازه بدید که از آیه 13 براتون بخونم تا آیه 16 یک اینجا داره نبی قوم بنی اسرائیل رو به خاطر رفتارهای غلطشون ملامت میکنه و توبیخ داره میکنه میگه شما رفتاراتون غلطه و پرستشتون رو هم به خاطر رفتار غلط تحت تاثیر قرار گرفته و آیه سیزه میگه این را نیز بار دیگر به عمل آورده اید که مذبح خداوند را با عشقا و گریه و ناله پوشانیده اید و از این جهت هدیه را باز منظور نمی دارد و آن را از دست شما مقبول نمی فرماید شما میرید و پرلوی خدا زار میزنید و گریه میکنید و فلان ولی چون زندگیتون درست نیست خدا هدیه هم که اووردین قبول نمی کنه اون کاراتون هم دعاتون هم قبول نمی کنه به خاطری که یه جای قضیهتون لنگه حالا میگه چی اما شما میگویید سبب این چیست چرا خدا دعای من رو نمیشنوه سبب این است که خداوند در میان تو و زوجه جوانیت شاهد بوده است و تو به خیانت ورزیده با آنکه او یار و زوجه هم عهد تو می بود آیا او یکی را نیافرید با آنکه بقیه روح را می و از, این از چه سبب یک را فقط آفرید از این جهت که ذریت الهی را طلب میکرد پس از روحهای خود با هزر باشید و زنهار احدی به زوجه جوانی خود خیانت نورزد زیرا یهوه خدای اسرائیل میگوید که از طلاق نفرت دارم و نیز از کسی که ظلم را به لباس خود بپوشاند قول یهوه سبایوت این است پس از روحهای خود بر باشید زنهار خیانت نورزید ببینید با چه کلمات قاطع و با چه کلمات برنده ای خدا داره به ما هشدار میده که به همسرمون احترام بگذاریم و کسی دیگه ای رو به جز اون نخواهیم ببینید زمانی که من میدونم بعضی ادیان هستند و در ایران هم خیلی ها ممکنه که حتی ترویج هم بکنن چند همسری رو و آه دیگه بالاخره زنم پیر شده من رفتم یه نو گرفتم یا اینکه بله خب من مردم احتیاج دارم باید برم چهار تا زن داشته باشم یا از این حرفا ولی این عزیزان از خدا نیست این تعلیم از جهنم از شیطان و بوی گوگرد و باروت جهنم رو میده کلام خدا به ما میگه که یک مرد یک زن و به اون زن جوانی ما باید وفادار بمونیم او رو محترم بداریم در ذهن و دل و وجود و رفتار و سخن و بیرون خونه و داخل خونه بگوییم که او و تنها اوست که زوج منه او و تنها اوست که محبوب منه او و تنها اوست که من رو آرامش و خوشی و لذت و پری رو میده و به همسرمون خیانت نورزیم زمانی که مردی به همسرش خیانت میکنه بدترین بی احترامی رو به همسرش میکنه و برای همینه که خدا اینجا میگه من متنفرم از این قضیه و مسلمه که اگر کسی به همسرش خیانت بورزه خدا دعاهاشو رو گوش نمیکنه حالا اجازه بدید که من چند تا نکته رو در این دقایق پایانی خدمتتون بگم و ادامه بدیم جلسه آینده راجع به این صحبت شوهر مسیح پس باید که باشه یک نکته خیلی مهمه شوهر مسیحی مرد خدا کسیه که همیشه و مداوما همسرش رو محبت میکنه مرد خدا همیشه همسرش رو محترم و با اکرام رفتار میکنه با او او رو بلند میکنه او بهترین زیباترین زن جهانه برای من او باهوش و مستعد و حکیمه برای من و من باید یاد بگیرم که در زندگیم برای خودم و برای دیگران همسرم رو بلند بکنم من مرد خدا شوهر مسیحی شما باید یاد بگیرید که در عمل و در حرف همسرتون رو محترم بدارید او رو اکرام بکنید عزت بدید چگونه این کار رو میکنید اجازه بدید من نکته آخر رو خدمتتون بگم خدافزی بکنم اونم اینه که از همسرمون حمایت میکنیم مرد خدا شوهر مسیحی از همسرش حمایت میکنه محترم میداره براش فراهم میکنه چیشیه؟ امنیت مالی امنیت جانی امنیت اخلاقی امنیت خانوادگی رو برای او فراهم میکنه زمانی که من همسرم رو محترم بدارم رابطه من با خدا قوی و درست خواهد بود. راجع به این فکر کنید. آمین.